برای تماشای برنامه های زیبا و متنوع چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و همچنان برای تماشای برنامه های جدید علامه زنگک را نیز فشار دهید. عزیز بیننده برنامه یک قدم سلام بر شما. آرزو میکنم که صحت و سلامت باشین و یک هفته را به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. باز هم در بخش دوم برنامه هفته قبل که صحبت های بسیار خوب از اسطوره هنر سینما در افغانستان آقای انجینیر لطیف داشتیم، باز هم شما را دعوت میکنم به باقی برنامه و صحبت‌های شیرین و خاطرات خوب و گپ‌های خوبی که حتما دوستش خواهد داشتیم. یک نکته را پیش ازی که بریم ادامه بدیم، من می‌خوام اضافه کنم. امی لحظه که من را شما صحبت می‌کنم، بسیار عمیق میرم که این صحبت‌ها و این طرز فکر و دیدگاه برای من بسیار آشنا است. به دلیل ازی که من این رقم طرز صحبت بسیار شیرین، صمیمانه، صاف، سچره یک زمان از زبان پدرم که همکار شما بود میشنیدم و این برای من بسیار آشناست و دوستش دارم. من مطمئن هستم که کسایی که میشنون، چون آلا که میبینی زیاد در هر کاره، چه طرز صحبت است چه در حقایق است، یک مقدار گت شده و غلومه کرده امی رقم است و به این سچگی و صفایی که شما صحبت میکنین این بسیار شیرین است و دوست دارانم ساعتها بشنوه و بفهمه. و من منظورم از آمدن پیش شما و به همین ترتیب نخبه های عرصه های مختلف ای است که استفاده بکنن از تجربتان، کار بگیرن از انرژیتان، چون افغانستان برش نیاز داره، هنر افغانستان برش نیاز داره. از این که ما به یک راه بیراه و گم راه هستیم امروز، خوب است که راه خود را پیدا بکنیم. انوز داریم، ما سرمایه های بزرگ را در افغانستان داریم که از این باید استفاده شود. افغانستان غنی است از هر نگاه، چی از افراد کارشناس بگوین، چی از افراد با تجربه بگوین، و در عرصه های باقی ماندهش ما هیچ رستچ نمی کنیم، فقط سرمی که از نخبه های خود، از تجربه افراد با تجربه عرصه های مختلف افغانستان باید من حیث سرمایه بزرگ استفاده شود. دقیق میگین، دقیق کاملا. خب سرمو بخش اول صحبت شما میگیم که همه بیان واقعیت ها خودش بسیار دلچسب است. هر قدر آدم با واقعیت نزدیک صحبت بکنه او قابل لمس است، او قابل درک است، قابل احساس است. او واقعیت ها یک سرگذشت است که او سرگذشت در ذهنیت ها هنوز بسیار زیاد زنده و جاودان است. خب ولی متاسفانه دیگه که بگویم که سیاستگرای ما دنبال سیاست هستند و سیاست هم سیاست دوگم، سیاست واضح هم نیست دیگه، همه چیز را از دست دادن. متاسفانه که بدبختانه که ابو همه چیز هم دست از امون است. رکن اساسی هر جامعه را به نظر من مطبوعات و فرهنگش به نام گذاره که متاسفانه امی اواخر اردو موضوع به حد ضربه خوردن که من فکر میکنم از حالت زخمی هم در کوما رفته دیگه و این به یک مرهم گذاری شدید نیاز داره، هم رسانه ها و مطبوعات افغانستان و هم هنر و فرهنگ افغانستان که این میتونه بهترین راهکار یا بهترین رکن یا مهمترین رکن اساسی هر مملکت به حساب بیا و همچنان در افغانستان، آگاهانه یا غیر آگاهانه، دوستانه یا مطمئنا به دشمنی، اولین زیربناها را فوق العاده تخریبش کردن و میکنن و نمیگذارن که راه خود بیافه و این قابل تاسف است. و ماهایی که یک مقدار انوز هم احساس وطن دوستی و احساس مردم دوستی ما است و چه در داخل افغانستان باشیم یا چه در بیرون از افغانستان باشیم، نگاه کردن این شرایط از دور و نزدیک رنجاور است. باور بکنین پیبا جان که بسیار دقیق حس کردید موضوع را. ما در بدترین مقطع تاریخ کشور خود قرار داریم، در بدترین
بله. ای کار جنگ های روی آروی می بود، جبهی می بود، می گفتیم که خب جنگ است دیگه، یک طرف حتما پیروز میشه، جانب پیروزی رو می گرفتیم. بله هیچ کس نمی فهمه این تاریخ افغانستان تا ما با آرامش برسیم زمانگیر است، سر زمانگیر است. ولی اگر یک امید یا مثلا بگویم یک روزنه داشته باشیم که بر از او امیدوار باشیم که اگر ما نه نسل بعدی ما یا نسل برترم به این امیدوار است که میشه، باز هم یک دستاورده است. ولی متاسفانه حال چنان ما یک تاریکی عمیق یا گودال از عمق تاریکی را حس میکنیم که آهسته آهسته امید به آینده را از دست میته مردم افغانستان. بله فریبا جان، خنده مون گرفت، یک گپ یادم آمد. چند روز پیش در تلویزیون دیدم که ببینین شما، ما شما سر فرهنگ افغانستان صحبت میکنیم. بله. کشتو به گودال تاجیکی فرستاده میشه، سپرده میشه. چطور؟ ولی چند روز پیش دیدم که ببین که سینمای ما در کدام حالت قرار داره، تئاتر ما در کدام حالت قرار داره، موسیقی ما در کدام حالت قرار داره. ولی وزیسه به اطلاعات و فرهنگ میره همراه المپیک میدان فوتبال میسازه. این خنده آور است، اما استیلایی است که میگه در خانه خود آش نمیتونه درست کنه، برای دیگر سیمیان میبره. بله با امو گفت هست. حالا کدوم وزیر اطلاعات فرهنگ میره میدان فوتبال جمعه کنه؟ او برادر تو رو با لیگ برتر چی غرض؟ او رئیس المپیک است، رئیس تربیت بدنی است، اونا خودشان جور میکنن، مسئولیت دارن، دیگه دارن. تو رو داره به این موضوع و دلیلش هم میخوابین استاد چی هستی که کار به اهل کار نیست؟ به اهل کار سپرده نشده. بله بخیر دقیق خدا شاید از برات فری واجام قسم میخورم این امیال که ما بعد در وزارت لات و فرهنگ پا بگذارم، قدم بگذارم، برای میگن کجا میری، کی هستی؟ بله کی هستی؟ کجا میری؟ کی کار داری؟ مواجه میشه وزیسه وقت نداره، برو بیدر از در رایی کام بدین بگید در کدام سطح ای پایان آمده. الان که در زمان های ما، از زمان پدرم بگویم، مثلا زمان ما هم باز یک نیمه روشنی بله، بله. بود و یا نبود، ولی زمانی که پدرم، ما به یاد دارم که او به عنوان یک سینماگر یا یکی از کسایی که در عرصه هنر افغانستان کار میکرده، ما یک جایگاه خاص خوده به خاطر بودن فامیلش داشتیم در اجتماع. مثلا شما سینما را یاد کردین، زمانی که یک فیلم خوب میشد و یکی از تفریح های بسیار لوکس خانواده ها تماشای فیلم و سینما رفتن بود، و وقتی که میخواستیم بریم یکی از روزهای رخصتی را یا شب جمعه یا میخواستیم یک فیلم بریم ببینیم، چقدر قدر داشتیم، چقدر عزت داشتیم و چقدر ارزش میدادن برای ای که مثلا امی آقا مثلا که کارمند سینما یا افغان فیلم است فامیلش آورده. و حال شما میگن در یکی از وزارتخانه ها میرن پرسان میشه که تو کی هستی و کجا میری، چی یک تفاوت بد است و این یک احساس بسیار منفی میته برای هم خود کسی که در یارسه خدمت کرده و هم اجتماعی که او رو تماشا میکنن. و کسای دیگه خوب میگن وقتی که این آدم با این خدمت کارش از دید افتاده باشه، بیاین اگر من زحمت بکشم هم به می سرنوشت سر دوچار میشم. حتما دیگه. بله. همون دلشکستگی رو بار میارم، متوجه هستی؟ بله بله بله. بله کاملا. گفتم که شما خب به صورت عموم گفتین که در وزارتخانه، ولی من مشخص گفتم در وزارت لطف کلتور. امیر ما پای ما بانم. من میگم کاکا کجا میری؟ اما تو راست. کاکا کجا میری؟ کاکا کی را کار داری؟ کاکا چی از کار چی هست؟ دیگه هم بهتر است که آدم کنج خانه خود ترجیح بده و بشینه به هیچ گونه تماس نگیره. ولی به این هم آدم بسنده نمیتونه، که خود آدم قانع کرده نمیتونه، برای خود آدم یک جنایت فکر میکنه، یک خیانت فکر میکنه که برادر تو 50 سال زندگی ته رفتی، کار کردی، ساختی، تجربه گرفتی، ولی میری در کنج خانه گوشه انزوا اختیار میکنی، خود نامردیست، ناجوانیست. این کتاب های مثل هم کمپیوتر مثل ما دینمی دهوری کرونای بدبخت که آمد و بدبختی که خود بار آورد، مونم جه 40 سناریوی فیلم نامه کوتاه هنری داستانی را نوشتیم. آها. که ایره بخیر ما اگر زندگی و حیات فرصت از ایره بتم ایره چاپ میکنم برای بچه های پوانتون که میخوانن، درس میخوانن، میبینن چرا ای سرمنشی تمام سینما هست.
ده دقیقه شروع تا 30 دقیقه تا 40 دقیقه فیلم ساختن خودش یک تجربه است برای کارهای بلند سینمایی. و در کنارش جوانان را تشویق میکنم، زیاد هم برایشان صحبت میکنم که اگر امکان داشته باشه که یک شورای عالی سینما بسازن و این شورای عالی سینما سینما را رهبری بکنه. دیگه از الگوریتمی و از طرز تفکر گوناگون این فیلم های اکشن بگویم یا این فیلم هایی که تقلید است از سینمای بیرون دیگه پشتش اعلا کنن، برای از اینکه گناه هست در برابر اتو فرهنگ بزرگ، در برابر اتو یک فرهنگ غنیه که ما در جامعه خود داریم، در برابر اتو یک تاریخ به اصطلاح پر از تلاطمی که ما در زندگی خود داشتیم، آدم بشنه و گپ های بسیار بازاری و کوچه ای دارم با تصویر بکشه. متاسفانه می رقم است انجینر صاحب، ما در کشور که زندگی میکنم امروز یک تعداد بچه های جوان که زیر سن از افغانستان اونجا آمدن کار میکردم. یکی از روزها ما فیلم مردها را قول است با می بچه ها تماشا میکردیم، بله ای را تماشا میکردیم و ما اوجا برای بچه ها مثلا جوان بودن تشریح میکردم ببینین ما چقدر گپای گفتن داریم، چه نیاز است که ما مثلا بریم تقلید کنیم از سینمای پاکستان یا سینمای هند یا آلده ای اواخر که سینمای ترک آمده و او را هم که باز او را دوله میکنن یا ترجمه میکنن یا او را میخوانن با یک کلمات بسیار پایینه که او نه تنها که اجتماع را تربیت نمیکنه که و بیراه میبره. افغانستان امیال با تمام بدبختی های خود از نگاه داستان نویسی و از نگاه دیالوگ نویسی آنقدر گپ وسیع داره که استفاده شده. ما فرهنگ غنی داریم که دیالوگ غنی کتیش داریم. بله. دیالوگ غنی از فرهنگ غنی برمیخیزه. اگر من فرهنگ بسیار ضعیف داشته باشم، شما باور بکنید که دیالوگ ما هم بسیار زیاد ضعیف است. ولی چون فرهنگ ما عمق داره در جامعه، عمق فرهنگ ما برای ما دیالوگ بیرون میکشه. دقیق گفتین، برای اینکه من بسیار شما را حس میکنم که چون یک سینماگر هستم و میفهمم که شما چی میگین، طرفدار 100% صحبت شما هستم. شما زنده و جدی بگم براتون. بریم سر از اینکه از سالهای سال مثلا ما یا تمام مردم افغانستان با کارکردهای شما آشنا هستن، میفهمن که چقدر دستاورد دارین، چقدر اثرای هنری ماندگار برای افغانستان شما با عنوان سرمایه فرهنگی گذاشتین. تمام این وقتا را یا شما در چوکی های ریاست و کارهای دیگه بودین یا در صحنه شوتینگ بودین یا مثل که پدرجانم بود همچنان شما در تولید فیلم مصروف بودین یا بالای سر وسایل تکنیک بودین این کار بکنین، برای خانه و خانواده شما چه وقت رسیدین؟ میشه ایران بگوین؟ بله. چون من خاطره دارم میفهمم چقدر کم میدیدم پدره به بله. به خانه و خانواده بسیار کم میرسیدم، بسیار کم میرسیدم، چون چه من یادم میاد که من ساعتای 11 شب 12 شب از افغان فیلم میامدم، از افغان فیلم نبرم از اتاق کار خود. به خدا باور بکن روزایی که ما وقت میرفتم یا روز کار نمی داشتم یا وقت میرفتم میگفتن در بیرون خیاط بود که که وقت آمدی خانه شده سرت. ولی خب فامیل ما مختش را بودن، عادت کرده بودن همیشه. ما بیاد دارم یک بار در خانه ما در کارتینه و تعداد از همکاران از پدرم آمده بودن، معمولا شما گردک های میمونی اینا هم داشتین؟ بله بله بله، زیاد دوستان جمع می شدن یک زمستان ها، مثلا راندی پلا و مثلا کدام یکی که از کدام منطقه از کدام غذای مخصوص رک دارن آماده می کنن و این خاطرات بیاد من هست. تعداد از دوستا پدرم آمده بودن در خانه و ما مثلا امو دسترخان اینا را آماده میکردم برای لاندی پلاوی که خداوند مغفرت کنه مادرم آماده کرده بود برای همکارا. از جمع همکارا دقیقا بیاد ندارم کی بودن چون سال زیاد میگذره از او زمان، از پدرم پرسان کرد که دخترک درست؟ گفتن که بله. دخترم از خب صنف چند است؟ پدرم یک مکس کرد چون اینقدر مصروف بود که اگر مادرم در کنار ما نمی بود خدا می فهمید که مکتب ما چی می شد، درس ما چی می شد. یک مکس کرد و بعد گفت
صنف نو من گفتم نی پدر من امسال صنف 12 هستم و بعد خنده کرد گفت ببینین این کار مسلک ما قسم شده که قسم که ما صبح که روشنی میشه میریم و وقتی که تاریکی میشه در خانه برمیگردیم و همو یک فکایی بود او زمان که میگفت فلایت چه قسم میگفت قیقه نه قیقه او فکایی هم واقعیت هست بردی که ما کم چند میمان کردیم دعوت کردیم آمد در افغانستان همه آقای غوث زلمه او گرداننده برنامه بود در جمله سوالایش یک سوال همی بود گفت آقای همیتا بچن شما چند طفل دارین و چند سال هستن گفت والا ما همه خمی فهم که ما سه طفل داریم ولی اینق هستن چون وقتی که ما از خانه میبرای ما مونا خو میباشد و وقتی که پس هم از بیرون از شوتنگ و اینا میاییم هنوز هم که ما خواه میباشم یک واقعیت بود دقیقا به همین خاطر من این سوال کردم کمی فرصت که شما به خانه داشتین چی کسیم؟ نیم کمتر رسیدیم همین اولادای مال ما را انتقاد میکنن که به ما کمتر رسیدی لااقل ما را خب بیرون میکشیدی ولی بارها تمام دنیا را به اصطلاح رفتیم گشتیم همه چیز ولی متاسفانه که جای پای در هیچ جای برای خود انتخاب درست نکردیم خب اونمو عشق به کار و وطن بود که پدر ما سالهای سال میگفتیم که مثلا بیرون از افغانستان امکانات تحصیل کردی اونجا بسیار امکانات برای تاس مثلا میگفت ما اینم کل دنیا خارج این فقط می پلچرخیام بیا نمیرم حتی پاکستان مهاجر نشد برای یک روز همیشه به وطن بود همیشه به وطن بود هیچ وقت جایی نرفت و من حس میکنم که شما امروز چی میگین امی گپتان کاملا درکش میکنم یکون دفعه فریبا جان در تزلزل قرار میگرم کار خوب کردیم کار خراب کار خوب کردیم کار بد این که خودتان چی حس میکنین ایش مهم است والا من حس وطن دوستی در وجود من به حد به اندازه ریشه کرده به خاطری که من کچی کار خود بلست بلست افغانستان گشتیم و در بلست بلست افغانستان منتدار هستم از مردم و بسیار قدر شدیم بسیار عزت دیدیم و بسیار زمینه ساز بودن برای من از او خاطر اینمی عشقهای نامری در وجود آدم تسخیر میکنه بله. و آدم نمیمانه که فکرهای دیگرگون داشته باشه و انسان شده که آدم بدل شده ولی آلی که آدم شرایط میبینه ای حکومت ها را آدم میبینه ای کشت و کشتار های بیرحمانه را آدم میبینه ای فرهنگ ستیزی را آدم میبینه دیگر خم آدم در تفکر میره که والا ما چیم که من اشتباه کردم یا نکردم میفهمم دقیق است لااقل یک زندگی آرام آدم داشته باشه بیشتر آدم به تفکر میپردازه بسیار آدم زمینه های خوبی را آدم کشف میکنه و میسازه چیزی که در زندگی وقتی میخواین بیشتر گفتین خلوت میکنین با خودتان یا تفکر میکنین در زندگی بر شما ناراحت کننده است که انجامش ندادین چی بوده؟ یک یاد من دارم اوج شهرت خود و قدرت خود و محبوبیت خود من نتونستم مادر من به حج خانه کعبه روان بکنم و همو تا امروز من از زجر میده مادرم از پیشم رفت ولی من نتونستم این خواستش را پوره کنم دلیلش همین مصروفیت های کاری و آدگه کتی مصروفیت ها بیخی یک آدم دیگه شده بودیم بیخی این خانه و زندگی و این محبت های فامیلی و اینا رو بیخی فراموش شده بود ولی نباید میشد انسان باید پله های زندگی را همیشه باید در فکرش باشه و زندگی را مثل همو پله ترازواره باید در یک میزان دقیق نگاه بکنه دقیقا خب این چیزی بود که شما را گاگای ناراحت میکنه که به حد یک طرف از کار زندگی را گرفتین که در یک طرف دیگه سبکی آمد بیاین بپرسیم که در امی خلوت های تنهایی که دارین و ارزیابی میکنین خودتانه چی چیز شما را به نهایت خوشحال می‌سازه؟ چی کردین که خوشحالتان می‌کنه در زندگی؟ فریبا جان قسم گفتی مردم های کابل سر حق نداری اما من قسم می‌خورم شب همون لحظه که به خواب میرم که با سینما و شوتنگ هستم چی در قله های کوه هست چی در دریا و دشت است من فقط با شوتنگ
زندگی میکنم و خواب میبرم، کارهای باقی مانده خود تکمیل میکنم، کارهای نو میسازم. رفیقایم هست، کسایی که امروز در میان ما نیستن، فوت کردن، با اونا یک جای هستم، فیلم میسازم، دایرکت میکنم، تیپ میسازم ازشان و در همین فضا زندگی میکنیم. خواب ما میادم نمیره و با این همین فضا ما همیشه زندگی میکنم. ای که چیگونه در ذهن ما سینما سازی میشه و فکر میکنم که زنده هستم، سر حال هستم، تزرک هستم و دمو دوران دمو حالت هستم، این برام تعجب آور است. کاملا تعجب آور است. خب بازم برمیگردیم به امویی که گفتیم، این یک عشق است برای کار، برای امو مسلکتان. ای تنها این است که شما یک آدم مسلکی هستین، شما به مسلکتان عشق ورزیدین، همیشه باش زندگی کردین و تا امروز شما را همراهی میکنه. دقیق از گفتن. اگر از شما بپرسم که آقای انجینیر لطیف کسی است که شما نشستین، داور هستین و زندگی و کار شخصی و فرهنگی هر آن چیزی که در زندگی داشته را شما برش داوری میکنین و قضاوتش میکنین و برش یک نمره از ده نمره میتین، چند نمره میتینش؟ اول خو یک میتونش؟ چی دیورتان میگم؟ دومی که انسان وقتی که زندگی میکنه ای کاش حس میکرد، درک میکرد که چی خوبه چی خراب است که من در یک قدم میگذارم، ولی انسان ناخودآگاه قدم میگذاره. کسانی که خودآگاه قدم میگذارن آدم های بسیار خوشبخت هستن. عشق یگانه بدیش همی است که جوی و جر و چقری و آو و دشت و کوه و صحرا را نمیبینه. بله. ایچ و این هم درست نیست که آدم در گریبان از این پدیده خود پرته و بگوید که اصو نیست همی است. نه، زندگی پالوهای بسیار خوبی دیگر هم داره که آله که من فکر میکنم بسیار پالوهای از او را دست دادیم، بسیار به او پالوهایش فکر نکردیم. زندگی تجربه است که پس بر آدم سبق میده. اما ترس من سبق زندگی که پیدا میکنم ببینم که بسیار خلاها داشتیم، بسیار خلاها داشتیم، ولی ای کاش همی یک دو دهه دیگام امی دوره طلایی افغانستان ادامه پیدا سینما ادامه پیدا میکرد که ما سینمای خود می ساختیم، می ماندیم و به دست نسل جوان می سپردیم. میگیم بیادر اینا دیگه ای تو نیم سینما ار را بشه برن. خب ما جز ای که بگویم آرزو میکنیم که انسان های امچو دلسوز در ای عرصه و در تمام عرصه ها بیاین، پیدا شوند و احیا بکنند دوباره. چیز بیشتر از این نمیتونه آدم اینجا قضاوت بکنه. میشه، آدم باید نباید به این عقیده باشه که اگر من بودم کل چیز است، اگر من نبودم هیچ چیز نیست. بله. نه، ما میال تجربه زندگی محمد هست که میبینم در کنار من چقدر آدم های ظریف و چقدر آدم های با تجربه و چقدر آدم های با استعداد ظهور کردن. از جمله یک آقای برمک. بله. برمک عزیز دینی میخوانه بودیم که شبها میششتیم و کار میکردیم، صبح میشد. بله. صبح میشد و او یکی از بهترین های سینمای افغانستان است. مثلا ده ها کس دیگه اینجا جوان هایی که کار میکنن، پانتون کابل بهش میبالم که بخش فکولته سینما آثار بزرگی رو برای سینما میاره تولید میکنن. ما نمیفهمیم، بیننده نمیفهمه، ولی آثار یک روز انبار میشه، زمانی انبار میشه که بیرون میبره که در کدام دوره شاگردها چی ها کردن. ولی خوب یرسه دیگه یک رسی بسیار بزرگ است. ما سرمایه گذاری دولتی یا بگوییم که صنعت سینما را بر مبنای پول و صنعت پایه گذاری نکردیم که ازش توقع سینمای بزرگ هند یا منطقه را داشته باشیم. ما سینما را به عنوان یک عشق بهش پناه بردیم و کسی عشق خود بازی کرده رفتیم. بازی کرده رفتیم، بازی کرده رفتیم در دنیای بی پیسگی، بی پولی، بی تخنیکی، بی ظرفیت سازی، به همه چیز ما تونستیم که همه قدر کار بکنیم. بسیار عالی.
خب من مطمئن هستم که اگر ساعت‌ها را ما شما صحبت بکنیم شیرین و شیرین تر است و مطمئنن که بیننده ها هم دوست دارن بشنون. گنجایش برنامه فکر کنم که ما را دیگه اجازه بیشتر از این نتا، ولی صحبت ها را غیر از برنامه حتما ادامه میدیم، چون من به نهایت دوست دارم که از استاد بشنوم و بیاموزم. سپاس از اینکه وقت گذاشتین به برنامه تشکر. یک قدم سپاسگزار هستم از اینکه خاطره های بسیار شیرین هنر سینمای افغانستان با همو صداقت و با همو صفای نیت برای بیننده ها و مردم افغانستان تحویل دادین. زنده باشین، تشکر. گپ های ناگفته را باز بخیر در یک برنامه دیگه تان که آمدین میگیم. هنوز بسیار گپ ها مانده که بگوییم، بسیار واقعیت ها هست که برملا بسازیم. بسیار زیاد ما به نهایت خوشحال بودم امروز شما را داشتم. یک جهان سپاس از شما، لطف کردین. تشکر. زنده و سلامت باشید. خوش آمدین شما. بیننده های عزیز و ارجمند و دوست داشتنی برنامه یک قدم، ای بود داشته های برنامه یک قدم که در دو بخش در دو هفته خدمتتان تقدیم شد و تا برنامه بعد و یکی از نخبه های عرصه های مختلف افغانستان، چهره های بسیار مطرح افغانستان که باز هم برای شما خواهیم داشت و صحبت هایشان با شما شریک خواهیم کرد، هر یکتانه و خداوند یکتا و بی همتا می سپارم. کامگار باشید.